سال قبلی رو دیدی قشنگ چی شد؟ حالا بریم سراغ احتمال قشنگ دوممون. سوال دوم چی میگه؟ اگر خانواده دارای 3 فرزند باشد، اولا مجموعه همه حالتهای ممکن را تشکیل دهید. چشم. ببین وقتی که 3 تا بچه داشته باشن، کل حالتهای ممکن میشود 2 به توان 3، یعنی 8. خیلی مهمه ها. پس تعداد حالتهای ممکن میشود 2 به توان n. n تعداد بچه هاست. قبوله. مثلا اگه 4 تا بچه داشته باشن میشه 2 به توان 4، یعنی 16. حالا میخوام این 8 تا حالت رو بنویسم. ببین حالت اول وقتی که همشون پسر باشن، پس پسر، پسر و پسر. حالت بعدی وقتی که 2 تا پسر داشته باشن، یعنی باشه پسر، این هم پسر، بعدی دختر. این دختره میتونه جابجا بشه، یعنی بشه پسر دختر بعدی پسر، یا دختر بعدی پسر بعدی هم پسر. حالت بعدی وقتی است که فقط 1 دونه پسر داشته باشن، پس پسر دختر دختر، دوباره اینجا بشه دختر پسر دختر، و بعد دختر و دختر و پسر. و آخرین حالت وقتی است که اصلا فرزند پسری وجود نداشته باشه، یعنی دختر و دختر و دختر. چون چند تا حالت؟ 8 تا حالت. تمام حالتاشو نوشتیم. دیدی چقدر قشنگ با یه تکنیک. بچه چی میگی؟ میگی آقا حالتی که هر 3 تا پسر باشه، اگه 2 تا پسر باشه، اگه 1 دونه پسر باشه، و اگه پسری وجود نداشته باشه. حالا چی میخوای دیگه؟ طرح از من اینو که برات نوشتم. چقدر احتمال دارد این خانواده دارای 2 تا دختر باشه؟ چند تا حالت وجود داره؟ میگه آقا پی آ برابر خواهد بود با کل حالت های ممکن که بوده 8 تا، چون حالت هایی که برات نوشتم 8 تاست. چند تا حالت وجود داره که فقط 2 تا دختر داشته باشیم؟ اینجا نوشتم تعداد حالت هایی که 2 تا دختر باشه 3 تاست، یعنی اون احتمال قشنگه من برابر خواهد بود با 3 8. ببین چقدر آسون و راحته. پس وقتی میخوای فضای نمونه ای بنویسی، اول بگو 2 به توان n، n تعداد بچه هاست، 2 به توان 3، یعنی 8. باید 8 تا حالت برای خودت بنویسی. وقتی هر 3 تا پسر باشه، وقتی 2 تا پسر داشته باشه، وقتی 1 دونه پسر داشته باشه، و وقتی اصلا هیچ خبری از پسر نباشه. وقتی حالت های ممکن رو نوشتی، حالا ببین چه احتمالی ازت میخواد. گفته احتمالی رو بگو که 2 تا دختر داشته باشه، تعداد وضعیت هایی که 2 تا دختر باشه 3 تاست. پس احتمال من میشه آباد 3 به روی 8. مرسی.